در این بخش برنامه ناصر بولیده ای با ما همراه میشن، دبیر کل حزب مردم بلوچستان. سلام میکنم به شما، خوش آمدید به برنامه پخش مستقیم. فکر میکنم میکروفون شما بسته است، اگر لطف کنید باز کنید. تشکر، خیلی ممنون، خیلی خوشحالم که با هم دیگه در این رابطه داریم صحبت میکنیم. امیدواریم که خب به هر حال از این مشکلات کمتر بشه در بلوچستان و در کل ایران. خیلی متشکر که همراه ما هستید. در رابطه با وضعیت بازداشت شدگان اگر شما اطلاعاتی در دست دارید، چون منابع محلی از شمار بالای بازداشت شدگان خبر میدن و همچنین که بسیاری از اونها هنوز معلوم نیست که به کدام محل و کجا منتقل شدند، شما چه اطلاعاتی در این رابطه دارید؟ ببین، دستگیر شدگان تعدادشون خیلی زیاده، معلوم نیست. خیلی میگن تا 200 نفر، خب بهش اشکال متفاوت شناسایی شدن، برخی میگن 500 و برخی هم میگن احتمالاً اگر دقیقتر بتونیم بگیم شاید از 500 هم بیشتر باشن. میدونیم دلیل این دستگیریه که در بلوچستان داره انجام میشه، در واقع این ادامه داشته در عرض این 12-13 ماهی که از این جنبشی که در چابهار و زاهدان شروع شد در بلوچستان ادامه داشته و در زندانهای حکومت هم جایی نیست. اینا رو معمولا بعضی اوقات در این خانه های آپارتمانی میبرن، مثلا میگن که در یه اتاق شاید 40 نفر، 50 نفر رو بذارن اونجا، 30 نفر رو بذارن در اتاقی که شاید 3-4 نفر هم نتونن به خوبی نفس بکشن و معمولا این کارا رو انجام میدن تا اینا رو اونجا به یک شکل خیلی بدی نگه دارن و جایی هم ندارن در واقع برای زندانی های بلوچی. کارا تعدادشون زیاد هستش و این اتفاقات خب قبلا هم در بلوچستان بوده. وقتی که میگن، یه بار یکی میگفت که در زندان، خودش شنیده، خودش در زندان بوده و کسی بوده که اشتباهی دستگیر شده، در واقع از مردم بلوچ نبوده، از جای دیگری ایران بوده، اینو که دستگیر کردن. این میگه آقا من بلوچ نیستم، منو چرا دستگیر میکنین؟ اونا بعد از مدتی خب متوجه میشن این واقعا بلوچ نیست، دیگه نمیخوان تو زندان نگرش دارن، میارنش بیرون. بعدش مثلا یکی میگه که اینجا تعداد زندانی خیلی زیاد شده، میگه خب مسئله نیست، از زندان دیگه، از جای دیگه تعدادی رو اعدام بکنیم تا اونا رو بریم اونجا. یعنی اساسا براشون این مسئله نیست که چه تعدادی افراد در زندان هستن، به چه شکلی هستن، فقط مردم رو دستگیر میکنن برای ایجاد ترس، برای ایجاد وحشت. و این موضوع هم خب باید تاکید کرد که با توجه به اینکه رژیم فکر میکرد که جنبش در بلوچستان هم مثل جای دیگر ایران کم کم کمتر بشه و در اون کسری به وجود بیاد، کمتری به وجود بیاد، ولی خب در این بین به نشده و جنبش داره گسترش پیدا میکنه و میبینن که هرچی هم دستگیر میکنن، هرچی میزنن، این جنبش مسئله فردی نیست، ربطی به هیچ کسی نداره، چه کسی رو دستگیر میکنن، چه کسی رو ببرن زندان. جوانای بلوچ خب این سطح آگاهی رسیدن که دیگه باید از این رژیم گذر کرد و این کارو دارن انجام میدن و متاسفانه هم باید بگیم که خب اون شکلی که باید هم مسئله بلوچستان اهمیت داشته باشه برای میدیا و برای حتی سازمان های حقوق بشری به اون شکل بهش پرداخته نمیشه. رژیم هم فکر میکرد که مثلا با مسئله فلسطین و اسرائیل این مسئله زیاد براش زیاد اهمیتی نداشته باشه که در بلوچستان بیشتر کشتار بکنه، بیشتر دستگیر بکنه. ولی خب امیدواریم که رادیو تلویزیون هایی که در رابطه با ایران کار میکنن، سازمان های حقوق بشری مسئله بلوچستان رو اگر در صدر اخبار خودشون قرار نمیدن، در بالاترین سطح اهمیت اخبار قرار بدن تا رژیم این فکر رو نکنه که توجه به مسئله بلوچستان کمتر شده، میتونه سرکوب و گسترش بده، شدت بده و تعداد بیشتری رو زخمی بکنه، بکشه و یا دستگیر بکنه. بله، در رابطه با عزم مردم زاهدان شما صحبت کردید که واقعا مثال زدنی هست. یک سال مداوم جمعه های اعتراضی رو ما در زاهدان شاهد بودیم و ادامه این اعتراضات و مبارزه علارغم تمام خشونت ها و جنایاتی که جمهوری اسلامی مرتکب شده. و همچنین شما اشاره کردید به جنگ بین حماس و دولت اسرائیل که حتی مانع مبارزه و ادامه اعتراضات در شهر زاهدان و دیگر شهرهای سیستان و بلوچستان نشده. همونطور که دیدیم در یک پلاکاردی نوشته بودن زاهدان بیدار است، سر مار در تهران است. به نظر شما با توجه به وضعیتی که همکنون در زاهدان و مشابه در شهرهای دیگر سیستان و بلوچستان جاری هست و تأکیداتی که شما اینجا انجام دادی در رابطه با بیشتر دیده شدن
مبارزه مردم در سیستان و بلوچستان و اینکه بیشتر رسانه‌ای شدن، توجه جهانی، چه اقداماتی میشه در این زمینه انجام داد؟ خب این اعتراضات یک ساله واقعا بی سابقه و مثال زدنیه. چقدر لازمه که از طرف شهرهای دیگر در ایران توجه بشه به مسئله مبارزه در مشخصا زاهدان؟ چقدر لازمه که در سطح بین المللی فعالیت های انجام بشه؟ نظر شما در این رابطه چه است؟ این اساسا ما اگه بخوایم از این رژیم گذر کنیم، بذار من اکثریت مردم ایران به این نتیجه رسیدن، ولی به این نتیجه رسیدن با انجام تویت و با اینستاگرام، پست های اینستاگرامی حل نمیشه. بعضی اوقات حداقل ما مردم بلوچین احساس میکنیم که یک جای دیگری در تهران و یا در خارج کشور یه فردی یا افرادی یه تویتی بزنن و یا یک اینستاگرام بذارن در کار خودشون، بیشتر توجه میشه از طرف برخی از میدیا تا مبارزاتی که عملا در بلوچستان انجام میشه. این خیلی مهمه که مردم این فریب سوشال میدیا رو اینقدر نخورید. سوشال میدیا خیلی خوبه برای اطلاع رسانی برای هم دیگه، و این اون مبارزه ای نیست که رژیم رو سرنگون بکنه. سرنگون کردن رژیم در خیابانهای تهران هستش، اصفهان هستش، زاهدان هستش، سنندج هستش، تبریز هستش. باید مردم به این مسئله اکتفا نکنن، باید به همبستگی و همیاری و همکاری رو با مردم زاهدان مشخصا نشان بدن، و ما باید بدونیم که نه مردم زاهدان میتونه این رژیم سرنگون کنن، نه مردم تهران به تنهایی. همه ما با همدیگه باید این مسئله رو انجام بدیم و باید به این مسئله توجه بکنیم که خب به هر حال ایران یه جامعه پلورالی هستش، هم از لحاظ طبقات اجتماعی، هم از لحاظ گروه های اجتماعی متفاوت دیگه، مسئله جنسیتی، همه اینا رو به رسمیت بشناسیم، همه اینا رو قبول بکنیم و از ته دل قبول کنیم، اینا رو عملا قبول کنیم. این نیست که مثلا فقط در حرف قبول بکنیم برای اینکه مثلا بگیم ما فعلا با همدیگه باشیم، نه، موضوعی نیستش. اینا رو باید قبول کرد و همه باید بیان بیرون، و خیلی مهمه که به نظر من در خارج کشور هم به این مسئله توجه بشه. همونطوری که قبلا در سالهای در ماهای اول انقلاب همه بیرون بودن تظاهرات میکردن در حمایت از مردم ایران، حالا هم در حمایت از مردم ایران و مردم زاهدان و دستگیری‌هایی که در ایران، مگه قبلا که این تظاهرات ها بود چند نفر دستگیر میشدن؟ 300 نفر 400 نفر در روز دستگیر میشد. در زاهدان هم در روز، در دیروز، امروز و در هر هفته حداقل تعداد دستگیری‌ها ده ها نفر بوده، برخی اوقات صدها نفر هستش. دیگه مردم چه میخوان ببینم؟ کودکای زخمی میشن، در خیابان ها افتادن، تیر میخورن در زاهدان. خب دیگه ما چی ببینیم که مثلا بیایم در خارج کشور تظاهرات بکنیم یا بیایم در داخل کشور در حمایت از همدیگه تظاهرات بکنیم، اعتصاب بکنیم؟ چون از یک طریق هم نمیشه این رژیم رو سرنگون کرد. مثلا که مردم بلوچ در هفته دو هفته گذشته نشان دادن، مردم هم تظاهرات کردن و هم اعتصاب کردن در شهرهای متفاوت بلوچستان. امیدواریم که این اعتصاب ها و این تظاهرات ها به بلوچستان محدود نشه و در جای دیگر ایران هم دیده بشه. همونطوری گفتم به توییت و به اینستاگرام اکتفا نکنیم، بلکه خیابان ها رو در دست بگیریم. اون موقع هستش که این رژیم از بین میره. این رژیم در سایبر اسپیس نیستش که در اونجا از بینش ببریم، بلکه این رژیم همونطوری که مردم زاهدان گفتن، این سرش در زاهدان هستش و دمیگم در تهران هستش. باید اینو سرش رو در تهران زد. منظورم کشتار نیست، بلکه اون به اصطلاح سیستم اجتماعی هستش که اون حاکمیتی که در ایران هستش، اون حاکمیت رو باید از بین برد. اونو باید در تهران از بین برد و باید از اصفهان، در شیراز، در یزد و در شهرهای دیگر ایران هم بیرون اومد و همبستگی و دوستی رو با همدیگه نشان داد تا بتونیم از این رژیم گذر بکنیم. سپاس از شما که همراه ما بودید در برنامه پخش مستقیم. تشکر.